همزمان با انجام دور جدید از حملات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، انفجارهای صنعا پایتخت یمن را لرزاند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت که یک سایت ذخیره‌سازی زیرزمینی حوثی‌ها و همچنین سایت‌های قابلیت موشک‌ها و نظارتی مورد استفاده گروه همسو با ایران که برای هدفگیری علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مورد استفاده قرار می‌گرفته، منهدم شدند. پنتاگون افزود بمانند دور پیش حمله مشترک بریتانیا و آمریکا در 11 ژانویه 21 دی ماه، نظامیان بحرین، کانادا، استرالیا و هلند نیز در رخش لوجستیکی شرکت داشتند. وزیر امور خارجه بریتانیا در مصاحبه پس از حملات مشترک گفت که نه تنها در صورت عدم توقف حملات حوثی‌ها اقدام نظامی بریتانیا و آمریکا ادامه می‌یابد، بلکه لندن بنا دارد تحریم‌های علیه حوثی‌ها اعمال کند. شب گذشته 4 جنگنده تایفون به همراه جنگنده‌های آمریکایی در عملیات نظامی شرکت کردند تا توانایی حوثی‌ها برای انجام حملاتشان به کشتی‌ها در دریای سرخ را کاهش دهند. کاری که حوثی‌ها انجام می‌دهند غیر قابل قبول و غیر قانونی است و آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند. به همین دلیل ما اقدام کردیم. در کنار این اقدام، مجموعه کاملی از اقدامات انجام خواهد شد، از جمله تحریم‌ها و فشارهای دیگر بر اعمال فشار بر حوثی‌ها. البته با اقدامی که نیروی دریایی سلطنتی با دیگران در دریای سرخ انجام می‌دهد و ما قوی‌ترین ائتلاف را ساخته‌ایم. او ادامه داد که ارسال واضح‌ترین پیام ممکن را از طریق حملات نظامی و اعمال تحریم‌ها با هدف کاهش توانایی حوثی‌ها برای ادامه انجام حملاتشان را ادامه خواهیم داد. دولت بایدن هفته گذشته حوثی‌ها را در فهرست تروریست‌های جهانی خود قرار داده است. هدف از قرار دادن حوثی‌ها در این فهرست اعمال تحریم‌هایی است که دریافت منابع مالی این گروه را محدود می‌کند، در حالی که اجازه می‌دهد کمک‌های حیاتی بشردوستانه به مردم یمنی ادامه یابد. در همین چارچوب، یعنی مقابله با اقدامات حوثی‌ها، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه در پایان جلسه وزرای خارجه این بلوک 27 کشوری گفت: ما در چارچوب ایجاد یک گروه عملیات امنیتی دریایی اتحادیه اروپا را تصویب کردیم و برای اجرایی کردن باید به سمت اتفاق نظر حرکت کنیم تا ببینیم چه زمانی می توانیم این ماموریت را عملیاتی کنیم. اما سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، کشوری که همزمان میزبانی اسکادران‌های جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی و بریتانیایی، میزبان دفتر سیاسی حماس در پایتختش و دارای روابط بسیار گرم با تهران است، در نشست خبری موضعی مشابه با حوثی‌های یمن را بیان کرد. در مورد آخرین تحولات دریای سرخ، همانطور که پیشتر از نخست وزیر و وزیر امور خارجه ما در داووس به صراحت شنیدید، آنچه در حال وقوع است خطر بزرگی برای منطقه است که راه حل نظامی ندارد. به هر حال ما از تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش حمایت می‌کنیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که این موضوع با تشدید تنش در سرزمین‌های اشغالی آغاز شد و با توقف تشدید در سرزمین‌های اشغالی، یعنی با توقف جنگ در آنجا، پایان خواهد یافت. تا کنون چندین دور حملات آمریکا و بریتانیا طی ماه گذشته نتوانسته است حملات حوثی‌ها علیه کشتیرانی تجاری را متوقف کند. حملات حوثی‌ها حمل و نقل جهانی را مختل کرده و ترس از تورم جهانی را برانگیخته است، زیرا کشتیرانان برای رسیدن به مقصد مسیرهای طولانی تر از دریای سرخ را به ناچار انتخاب کردند. تا کنون هیچ یک از کشتی‌های مورد تهاجم حوثی‌ها ربطی به اسرائیل نداشته است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.